درود و پیام به شما بینندگان عزیز. در برنامه نوبتی چهارشو موضوع صاحبکاری خردمیانه در ولایت ختلان، مشکلات و پیشروی ها در این ساحه بررسی میگردند. ما به صحبت امروزه دعوت نمودیم علیزاده ظفر، رهبری اسوسیاسیون صاحبکاران ختلان، رهبری کتیبات شورای رشد صاحبکاری و سرمایه گذاری نزد رئیس ولایت ختلان. بیبی ما گدایوا، صاحبکاری انفرادی از ناحیه کشانیان. زرنگار بگزاده، سردار شعبه مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری در ولایت ختلان. با مقصد پیش برد فعالیت صاحبکاری و حل نمودن مشکلات در نزد رئیس ولایت شورای رشد صاحبکاری و سرمایه گذاری تشکیل کرده شده است که ظفر علیزاده رهبر کتیبات همین شورا هستند. میگوید که در همین شوراهایی که در نزد رئیس ولایت میگذرند کدام مساله ها بررسی کرده میشوند؟ البته روند اصلاحات در همه سمت ها به مشکلی و به ایمونی ها نمیشود و وابسته به این با تشبوس بیوسته رهبری دولت اسوگزار سوال وعدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شورای مشورتی روش صاحبکاری و سرمایه‌گذاری تاسیس داده شده است که خود یک اسباب یک پلتفرمی مکالمه دولت و بخش خصوصی با مقصد معین و بررسی نمودن آن مشکلات مونه‌هایی که در روند اصلاحات پیدا می‌گردد حل کرده شود. در زمینه این در ولایت ختلان یکمین شده شورای منطقوی روش صاحبکاری سرمایه گذاری نزد رئیس ولایت ختلان سال 2011 تاسیس داده شده است که خود در نزد خود زیاده از 12 تا نمایندگان بخش خصوصی ساختارهای وکالتداری دولتی و دیگر تشکیلات های بین المللی که در روند رشد صاحبکاری و بخش خصوصی در سطح ولایت فعالیت دارد با حیث اعضا جمع آورد. شورای مشورتی در دوام 10 سال اخیر بیشتر اون مسئله افضلیتناک روش صاحبکاری ولایت ختلان رو بررسی نموده و باسته با آنها توصیه و قرارهای مشخص قبول گردید. از جمله باسته با دسترسی به استفاده زمین، دسترسی به استفاده آب در بخش کشاورزی، تشکیل کارخانه‌های صنعتی، فعالیت و آماده کردن پیشنهاد توصیه صاحبکاران در روند اصلاحات کدکس انداز، در روند تشکیل صنعت کنونی ولایت ختلان علال خصوص سوای پرنده پروری و سال جوری بنابر دستور هدایت رهبری دولت وابسته به جانو کردن صادرات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان علال خصوص به طریق روی آهن ما تصمیم گرفتیم که در این روند با اشتراک فعال بخش خصوصی تحلیل و آموزش های علایده گذارانده آن مشکلات مانعهایی که در روند استحصال محصولات به صادرات نگرانیده شده و در روند حمل و نقل آن به دولت های خارجه پیدا می گردد یک تحلیل ها و پیشنهاد های مشخص آماده نماییم و از روی نتیجه آنها یک قطار نقشه ها و چاره بینی های مشخص به وزارت و اداره های دخل دار علل خصوص به وزارت کشاورزی به خود شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مباسته به تکمیل دادن آن قانون گذاری و ترتیباتی که در روند صادرات برای رشد صادرات محصولات کشاورزی مساعدت می نماید روانه کرده شد. در علایدگی در سطح ولایت نقشه چورابینی مشخص برای برطرف کردن آن مانع های معموری که برای صادرات محصولات کشاورزی طریق نقلات طریق راه آهن به وقوع می آورد قبول گردیده عین حال در رفت آن در روند آن کار و فعالیت برده استودند. از شما زرنگار خواهش داشتیم که درباره مؤسسه خود مقصد و عملی شوی فعالیت خود اندیشه های خود را ابراز می داشتید. تشکر. در پیام سال 2018 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ما پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قید کردند که در جمهوری تاجیکستان مؤسسه تشکیل کرده شود، تاسیس داده شود که صاحبکاران هم آموزند، هم رشد یابند و هم جوانان و زنان که شغل ندارند به کسبند به شغلند و صاحبکاری پیشبری کرده شوند یا جواب کرده شوند. با همین مقصد مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوخت، در ولایت ختلان، در شهر کلوب، در شهر خوروخ
در شهر دوشنبه، یعنی که در 4 منطقه جمهوری تاجیکستان تاسیس شده شد. یکی از شعبه این مؤسسه شعبه ما میباشد و در شعبه ما همه شرایط ها برای تشکر دادن صاحب کاری، برای جلب جوانان به صاحب کاری و آغاز فعالیت زنان و جوانان تمام شرایط ها مهیا است. ما با خوری در دانشگاه ها، با خوری در بازار ها، در کوچه ها، طریق فیسبوک و رسانه های الکترونی ما جلب کردیم بیشتر جوانان، زنانی که به شغل بدن. ما متخصصان خوب داریم که همه روزه با زنانی که میخوان گرانت های رئیس ولایت خطلون، گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو جلب نمایند، ما اولا با آنها صحبت ها میگذارونیم، با خوری ها میگذارونیم، مقصد و ماهیت همون گرانت در چیست و چه خیلی جلب کردن و رو میاموزانیم و من باوری دارم که مؤسسه علاقه موفق شده است و شنوانده و اشتراکچیانی بسیاری هم داره. باز کدام سرمایه گذاری یا مبلغ گذاری برای دستگیری صاحب کاری خرد جدا کرده می شود؟ شما اینوز گفتم می توانید که از روز فعالیت مؤسسه شما تا به امروز به چقدر صاحب کاران، زنان، جوانان گرانت ها یا اینکه لایحه ها پیشنهاد کردید؟ بسیار نسخیت کردید. ما در هر یک بخوری تاکید می نماییم که غیر از مبلغ های گرانتی که از طرف دولت حکومت، از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا رئیس ولایت جدا گردن، غیر از اینها ما داریم سرچشمه های سرمایه گذاری طریق جلب تشکیلات های خارجی، یعنی که تشکیلات های بین المللی. در جمهوری ما بسیار تشکیلات های خارجی فعالیتشون نظررس هستند و بسیار صاحبکارای ما یاری عملی هم رسانده استدند و ما حرکت می نمویم که در هر یک آزمون وقتی که ما ترینینگ سمینار رو با جوانان می گذارونیم یا که زنان، پیش از همه ما طریق واخوری اولا خویه، یعنی که ایدیه وی رو می آموزیم که وی چی مقصد دارد در فعالیت خودش. بعدا ما طریق آموزش با وی نشان می دهیم که همون مقصد خودش رو به نقشه تجارتی یا که لایحه سرمایه گذاری بدل گرداند. عین حال ما 26 نفر جوانان کار و فعالیت خود رو در سمت صاحبکاری خرد آغاز کردن که و یا با گرفتن گرانت های خرد یا که با گرفتن قرض خرد علاقه کارشون رو آغاز کردن و در بسیار تشکلات های بین المللی در این جاده با اونها یاردم هم کرده استدن. بیشتر جوانان و زنان به کدام سمتی صاحبکاری مایل دارند؟ پیشتر ما شاید اون بودیم که بسیاری زنهای ما به صاحبکاری خانگی مشغول بودند، به کشاورزی، به هنرهای مردمی، به اون صاحبکاری که از اونها یگان حجتهای انداز و دیگر طلب کرده نمیشد و یا بیشتر در این شغل وابسته بودند. وزیر اکثریت زنان و جوانان ما، بیشتر جوانان به تجارت الکترونی مشغول هستند. زنها باشند علاقه در کارکرد محصولات، یعنی که فعالیت کرده استودند، یعنی که محصولات هایی که تو این دم در خوجگی قشلاق می پروریدند، عین حال هر کدومی آنها به کارکرد این محصولات ها مشغول هستند. ما داریم زنهای پیشرفته از قبیل عبدالله و اپای اغلای که با استحصال پنیر مشغول هستند، هستند رجب و اینوباد از ناحیه وحش که مثال از یک صاحبکاری خرد آغاز کرده، حاضر یک کارگاه کمپلکسی کالونی که در اونجا دو زندگی هم هست، خدمت رسانی های آشخانگی هم هستند، استحصال محصولات های قنادی هستند، یعنی که علاقه زنهای ما از فعالیت خانگی به بیرون رشد آورده. سلامت باشید زرنگور. ما در صحبت امروزمون طوری که شما گفتید یک زن صاحبکار از ناحیه کوشانیان نیز دعوت نمودیم. در اینجا بیبی ما گدای و حضور دارند، هم خواجگی دهقانی دارند و هم سیخ دوزندگی و هنرهای مردمی را پیش میبرند. اپا بیبی ما با گرفتن گرانت پرزیدنتی برای رشد صاحبکاری خود موفق شده است و میگفتید شما چگونه با صاحبکاری رو آوردید و با کدام موفقیت ها نویل گردیدید؟ سلامت باشید. من سر اول میناداری خود رو با اساس گذاری صلح و وحدت
پیشوی معظم ملت محترم جناب عالی می رسونم که ما زنهایی که تماما جای کار و فعالیت نداشتیم با دستگیری اون کس توانستیم که صاحب گرانت پریزیدنتی شویم. وقتی که من در خانه خود انامون با دخت هنرهای مردمی مشغول بودم و جای کار و فعالیت نداشتم، توانستم که با دستگیری انا همین گرانت پریزیدنتی در خانه خود یک سیخ دوزندگی خورد تشکیل نمویم. در یک جویگی طریق شهرنامه با شغل اهالی نویه کشانیان توانستم که در انامون خانه خود زنهایی که در خانه می نشینن و جای کار و فعالیت نداشتن اونها رو با انامون کسب آموزی در خانه خود جلب نمویم. همین خیلم شد از سال 2018 من صاحب گرانت پریزیدنتی شدم. شکرانه میکنم که تا این روز در تمام چورابینی هایی که در سطح ناحیه و ولایت جمهوری می شود انامون محصولی دست کسب آموزان خود را با هم مرضی فروش هم مرضی تماشا می براریم. در برابر نرهای مردمی مشغول بودن من زمین خوجگی دهقانی دارم که او را نیز سمرانو استفاده می برم. ما از زمین استفاده برده هم کنسرو و کنونی را هم به راه موندیم در همون کورسوی کوتاه مدت خود و امروز می توانیم که از آن همون زمین را استفاده برده سطح زندگی خود را بلند برد. بینندگان عزیز، حالا همکاران ما یک گزارش را آماده نمودند و میخواستیم این لحظه این گزارش را با هم بینیم و بعد صحبتمان را ادامه دهیم. شهری بختر کلانترین مرکز تجارتی ولایت ختلان بوده، دارای دو بازار کلان و ده ها انشاءات سودای خدمت رسانی می باشد. از سبب آنکه گرد و اطراف شهر را نواحی سر اهالی ولایت از جمله کشانیان و وخش و لیوکند احاطه نموده است، رفت آمد ساکنان و خرید و فروش محصولات نیاز مردم در آن خیلی زیاد صورت می گیرد. باشندگان اینجا خصوصا جوانان اساسا به صاحبکاری مشغول هستند. در میان آنها کم نفران یافت می شوند که مثل عزیز شکروف کارگاه استحصالی تأسیس داده ده ها کسی دیگر را با جای کاری دائمی تامین نموده باشند. زیادتر آدم کار را جلب کنفته همی کار را من زیادتر کردم. اگر من سوداگر دوام تیم اگر اونجا 4-5 نفر کار می کنم. اینجا شیخ دو اینا تو 75 نفره کار داده میتونم 90% اینا خانشین بودن آماده همجا خودمون آوردیم یاد دادیم اول یمان دو ماه با کار داموندیم 50 نفر ممکن زنکو بشد 20-25 نفر بچه ها بیستر بچه ها هستن کار دادم. هم سال است که در همین سیخی شکروف اکای عظیم کار میکنم، زندگی خود رو از همینجا پیش میبرم. ما ایجادا مثل کارگرای نو میویان نمیتونن کار او را دستگیری میکنیم، یاد میتیم در روزای پست بلندی هم وقت ما را همی اکرام اکای عظیم دستگیری میکنن. قبلا این کارگاه خیلی خرد بود و در آن همگی 3-4 نفر کار میکرد. عزیز همراه با برادرش عظیم که تجربه خوبی صاحب کاری دارد تلاش نمودند که نامگو و حجم محصولات خود را زیاد نموده طلبات بازار استعمالی شهر بختر و نواحی منطقه را تامین نمایند. آنها در این کار موفق شدند و حالا قریب 100 نامگوی محصولات قنادی آماده نموده به دکان و مغازه و بازارهای ناحیه های دور و نزدیک دسترس می نمایند. ما اولش صفاتش به اهمیت دادیم، بسیار صفات یگون چیز اکونوم نکردیم در نجو چیزای بی‌مزه نبروردیم، حرکت کردیم مزهش بسیار اهمیت دادیم. حساب همین کلینت خودشون خودشون یعنی دیگرشون تویده بودن چی بودن خودشون اومدن اساسا ما حرکت کردیم. ما شلو خود رایونو دا ماشین خدمت کتی اساسا تقسیم کردیم. تا حاضرش حاضر من طرف کلخ آباد و پیانج قم سنگی قبادیون طرف کلوب دنگره همین طرف ها دا بورا رسوندیسیم. در صاحبکاری استحصالی تامین صفت محصولات و به دست آوردن باوری میزاجان نهایت مهم است میگوید عزیز شکروف. او کامیابی خود را در اتحادی کارمندان صاحب تجربه درست اداره کرده توانستن آنها و فعالیت شبانه روزی خود میداند. عزیز حالا سرگرمی عملی نمودن نقشه و نیت های نیک است. وی تصمیم دارد که در نزدیکترین فرصت با وارد نمودن تجهیزات موثر از خارج کشور تکنولوژی نوی استحصال محصولات قنادی را براه مانده فعالیتش را از این هم وسیع نماید. تکنولوژی همه چیز خانگی است، چه خیلی که خانگی تیار میکنند همین اونارده همین برآورده. ما یگان اپارات قتی نمیوان قتی همش دستی خودمون تیار کردیم. 45 نمود پیچونی داریم، تورت خودش 15 نمود زیادتر است، پیروژنیکو هستن چند نمود دیگه. ما رقابت نداریم برای که این خیلی محصولات زیاد میبرواردگی امینه پیچنیو نیستن در شهر.
کارشناسان بر این نظرند که شرایط و امکانات فراهم نموده حکومت مملکت جهت تاسیس کارخانه‌های صنعتی مخصوصا سیخ‌های خرد سه‌سالی در محل و اعلان مراتوری به همه نمود فعالیت سنجش‌های سوبژه‌های صاحبکاری سال‌های اخیر باعث رشد این ساحه گردید. این باعث آن می‌گردد که فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در کشور انکشاف یافته، زمینه‌گذاری با وجود آمدن جای‌های کاری خالی در مملکت و به این وسیله افزون گردیدن حجم استحصالات و غنی گردیدن بودجت مملکت به حساب می رود. خرید و فروش محصولات نیاز مردم که از معمول ترین نوع صاحبکاری است، جوانان شهر باختر بیشتر به آن مراغ ظاهر نمودند. بانوان صاحبکار نیز به این شکل تجارت خرد توجه داشته در رسته های بازارها خیلی زیاد به نظر می رسند. ما خیلی مدر مندر همین بازار همین ساعت کار میکردن. بخواه با کلانشتیم با هم سوهای مدر مونه دوام داده. چند سال باز کار کرده است؟ ما که ای اولاد داریم یا 7 سال شده در بزرگم برای که همه چی شرایط میشه وقتی کار کردم. یکا مشکل نیست، فقط میه تخار میکنی میشینی تمام دیگه یکا مشکلی نداره. طبق اطلاع مقامات انداز ولایت ختلان، عین حال در شهر باختر حدود 4500 نفر همچون سوبژه صاحبکاری خرد به قید گرفته شده. طریق پتنت، شهادتنامه با شرطهای مخصوص و امثال این به سوداگری و فعالیت سه سالی مشغول هستند. از بس که شما بی‌واسطه با صاحبکاران همکاری دارید، یک سوال عمومی که در همین سمت فعالیت صاحبکاری کدام مشکلات ها موجودند و برای حل اون چی باید کرد؟ باید قید نمود که البته در همه نمودی فعالیت مشکلات هم دیده می شود و بیشتر تحلیل ها نشان می دهد که در فعالیت صاحبکاران این مشکلی پیش از همه سطح ناکفایی دانش و ملکه اقتصادی خودی صاحبکاران، طرز روند پیشبرد فعالیت و حسابات سپاری در روند تنظیم فعالیت آنها، استفاده تکنولوژی اطلاعات کامونیکاسیونی و دیگر سمت هایی که برای رقابت پذیر بودن فعالیت و مال و محصولات آنها در بازارهای چی داخلی چی بیرون است با وجود می آورد. صاحبکاران مشکلی را در فعالیت خود پیش از همه در دسترسی به منابع مالیوی می بینند، برآمدن به بازارهای بیرونه می بینند، روند جهانی شوی خود طلب می نماید که صاحبکاران بیشتر به استفاده تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی دقت یان. این حال در نزد اساتذه مرکزهای ذخیروی و اطلاعاتی با مقصد گذراندن آموزش ها در سمت استاندارد کنونی محصولات، در روند استحصال محصولات با صادرات نگرانی شده، مشورت ها در آماده کردن محصولات با صادرات به کشورهای بیرون از جمهوری تاجیکستان، استفاده تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی در روند فعالیت خود، آماده کردن متخصصان خرد در کارخانه‌های کارکرد و استحصال محصولات کشاورزی، دقت علاهیده در اساتذه برای دستگیری زنان و جوانان داده می شود که بیشتر آنها در روند فعالیت خود به این مشکلی ها دوچار می گردند. یکی از مشکلات های اساسی این نداشتن معرفت صاحبکاری است. یعنی که ما شاید که تجربه کمتر داریم و شاید که همون با طلبات های بین المللی شناس نیستیم و برای بلند برداشتن معرفت صاحبکاری امروز در نزد مؤسسه دولتی شما چگونه کارو به انجام داده می شود؟ جهت بالا برداشتن معرفت صاحبکاری در مؤسسه ما در یک هفته دو مرتبه درس‌های تجارت و بلند برداشتن معرفت صاحبکاری گذرانده می شود. متاسفانه بعضاً وقت می شود که ما صاحبکار را دعوت کرده نمی توانیم. دعوت می کنیم نمی خواهند اشتراک کردن. ولی که درس معرفت صاحبکاری بیشتر به خود صاحبکارانی که علاقه فعالیت می کنند. ما حرکت می کنیم که در هنگام همین مشورتی که برای بلند برداشتن معرفت صاحبکاری تجلیل میگردد بیشتر صاحبکارانی که فعالیت دارن و یا هم اشتراک کنن. جوانان بیشتر اشتراک میکنن وقتی که صاحبکارانی که علاقه فعالیت دارن وقت ندارن یا که نمیخوان کم اشتراک میکنن. صاحبکارانی که دور دست هستن از مرکز ولایت و همراه اساسیاتی صاحبکارانی ولایت زفرجان علیزاده
یک نقشه تیار کردیم، یک لوحیه برای دستگیری و برطرف کردن همین کمبودی هایی که عین حال جای دارد. زنان صاحبکارانی که در ناحیه دوردست زندگانی میکنند بزرگ خود را نمییابند. ما یک زنجیره تشکیل کردنی هستیم که طریق هم شبکه های اجتماعی هم طریق معلومات و اطلاعاتی در روزهای نزدیک خدا خواهد این لوحیه ما به کار شروع میکنند و برای بلند برداشتن معرفت صاحبکاری همه ساله یک گروه صاحبکاران به دیگر دولت های خارج کشور سفربر کرده می شوند. در ماه ایول 11 نفر صاحبکارانی که به استحصالات مشغول هستند از ولایت خطلون با دستگیری برنامه یوسعید و شتاتی کلرادوی امریکا روان کردند و من هم همچنین یکی از اشتراک کنندگان این گروه بودم و ما دیدیم که چطور آنها محصولات خود رو معرفی میکنند، چطور محصولات خود رو بسته بندی میکنند، چطور جلب می نمایند و باوری دارم که بعد از برگشتن این تاثیرات بسیار کلان به صاحبکارا و به استحصال کنندگان ما هم میرساند. بیمه گدایوا، امروز زنان در دیهات به کدام نمودی صاحبکاری بیشتر مایل دارند؟ زیادتر امروز در دیهات زنها به نمین سمت هنرهای مردمی زیادتر مشغول هستند و من طولی پنج روز بود که به ولایت برای کسب آموزی همچو کسب آموز رفتیم، در اونجا تجربه آموزی رفته اشتراک کردیم و خواستیم که یک طریق انمون تجربه آموزی چیزی که در ولایت سوغد هست، مثلا یک سیخوی ادرس بافی و اطلس بافی و با اونهای در یک جویش مسئلیت کردیم که چیکار کنیم که بحری هرم زندگی خونده این طرف هم کمتر بهبود شود و زیادتر زنها حاضر زیادتر خواهش دارن که انمون صناعت کنونی که هست یکون زود ها زیادتر شود، بخصوص در دیهات زیاد همی دار از بودرین کردن، مسئولات های کشوارزی زیاد هست، میخوان که همی اگون زود و فابریکه ها زیادتر ساخته و استفاده داده شود که کار و فعالیت نمویان. حضیر من مقصد دارم، نقشه دارم در نزد خود که در مرکزی جماعت خود یک سخ قنادی تشکیل نمویم، در برابر او میتوانم که در برای همون سخ قنادی یک کارگوی خوردی دیگر برای همین کنسرو کنونی بانک ها تشکیل کنم که در تابستان مثلا کنسرو کنونی دن آسان است که در یک جای اگه کار فعالیت میکنیم با زن ها و در زمستان باشد زیادتر و انمون گرم خانه ها زن ها مشغول هستن که میتوانن در او کار فعالیت نموده سطح زندگی خود رو بلند بردارن. دوسنبو یگیتوف بیش از 40 سال باز در حوله خود تنور می سازد. همراه با او اهل آیله نیز به همین کار بند هستند، زیرا این هنر منبع درآمد دائمی و وسیله پیشبردی روزگاری آنها است. در ولایت خطلان طلبات به محصول دست این هنرمند خیلی زیاد می باشد، چون اکثر ساکنان دیهات نان را که سر استعمال ترین محصولات غذایی در منطقه محسوب می یابد مس در تنور می پزند. این است که تجارت امکی دوسنبو همیشه گرم است. حالا او طبق فرمایش تنورهای گوناگون حجم آماده میکند. زندگی همش ایروی همی خب فرزندم دختر و کلین و همش ای پشتی همی کورای اویلوی همی کور قتی مشغولیم. من 3 ساله که مثال ای همی اندوز دولتی مثال جناب ولی آزاد کرده که خیلی سبک شدگی کورمون حضور باشه که من زندگیمون نغز یگون کمبودی نیست. میزاجان او نه تنها ساکنان محلی هستند، بلکه صاحبکاران هم برای دکانهای نانپزی از وی تنور خریداری می نمایند. اولاد اجدادی با ای همی پشتی همی نان خوردگی هست. اکا و دادار همی کسب قطعی کار میکنیم. یک تا دادار در کیرف کار میکنه، یک جیانم در همی جا کار میکنه. اینا بچه هم و فرزند همی هم من شاگرد شده برومندگی هست. اگر همی نقص کار کنیم یک روز در 5-6 تندر سخته ببروریم. او مثلا همه روز کردگی تندور ما 3 روز پس تیار بشود تا اوسو ایس قوق میشود تیار میکنیم 3 روز بگذره. بسم
در برابر مردم به این کاری درآمدناک بانوان نیز مشغول هستند. رحیمه شکرو سال هاست که با همسر و فرزندانش در ناحیه عبدالرحمن جامی تنور می سازد و موافقی درخواست آن را به میزاجان برده رسانیده در جای لازمه برای نانپزی آماده می کند. در دنیا از ای همه کاری خوب کاری دستی ای خیلی ده تکنیک کتی خیلی وای کردن نمیتونه. می هر یک خاندان ده این کارا میکنیم، تندور میبریم، میشنونیم، همه نان میخورن، ثوابش بو هسته. این کسب پدریمون بعد این کسب پدریم من دوام دادم انشاءالله فرزندای منم دوام میتونه خدا خواهد. با گفته کارشناسان از جانب حکومت مملکت جدا گردیدن قرضهای امتیازناک به هنرمندان توسط فوند رشد صاحبکاری، پیشنهاد گرانت ها، تشکیل کورس های بازآموزی صاحبکاری و با قرار دخلدار از پرداخت انداز آزاد شدن آنها باعث پیشرفت ساحه در دهات گردید. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 فوریه سال 2018 تحت رقم 60 فعالیت هنرمندان مذکور و صاحبکاری آنها از اندازبندی آزاد کرده شدند. به حساب میانه در یک ماه 120 سومانی مبلغ انداز پرداخت می نمودند. اکنون می توانند همین مبلغ را برای رشد صاحبکاری خود صرف نمایند. که این هم باشد یک دستگیری دولت و حکومت نسبت هنرمندان و هنرهای ملی می باشد. نواحی ولایت خطلان که اگراری است اکثریت ساکنان به استحصال محصولات کشاورزی مشغول می باشند. رحمت الله سعدالایف از باغداران و زراعتکاران با تجربه ناحیه کشانیان بوده سالها باز در آرزوی بنیادی کارگاه میوه خوشکنی بود. چند پیش او به نیتش رسید و با کمک شریکان رشد تجهیزات و لوازمات ضروری را دسترس نموده کار را در این سمت باز هم وسعت بخشید. ما حاضر خوشبختانه تشنیزات های نو آوردیم برای کارکرد و بست بندی محصولات های کشاورزی از جمله سیب، نوک، آلو بولو، زردالو، نوک همیشه هشت نمود محصولات های کشاورزی را ما کارکرد کردن محصولات تیار کردن بودم. رحمت الله سعدالایف 4 هکتار باغ دارد. او تا این زمان میوه های آن را با نرخ ارزان می فروخت و خواه نخواه قسمتی از حاصل به زمین افتاده تلف می افت. اما حالا این مرد کاردان هم میوه های باغی خود را خوش می کند و هم از دیگران را خریداری نموده بعد از کار کرد با نرخ بلند صادرات می نماید. خریدار اومده دیدن قبول کردن. ما حاضر قطعی فیرمه سفرفود قریب 400 تن شرطنامه داریم. خدا نصیب کنه ده که مرحله به مرحله ای زردالو سر کرده تا آخر تا شفتالو نوک بیهی خوچ اولوچه همه چی باید تیار کرده خوش کرده روان کنیم. کارخانه کارکرد و میوه خوشکونی رحمت الله سعدالایف نه تنها به او منفیت می بخشد بلکه آن باعث با کار تامین شدن ده ها زنان و دختران خانشین گردید. زمینی بازدید از فعالیت این کشاورز اصیل و صاحبکاری موفق رئیس ولایت خطلان قربان حکیمزاده به مسئولین ناحیه دستور داد که چنین کارگاه های استحصالی از جمله کارخانه کارکرد شیرانیز که برای تامین اهالی دهات با جای کار سازگار است در همه جماعت های شهرک و دهات تأسیس دهند. طبق اطلاع رهبریت ولایت به این مانند کارخانه های خرد استحصالی در دیگر ناحیه ها تشکیل کرده شدند که در آنها اساسا محصولات خوجگی قشلاق بعد از کارکرد آماده کرده می شوند که طلبات ساکنان به آنها خیلی زیاد است. و اینک گزارشی که همکاران ما تهیه نموده بودند از دهات نشان دادند که مردم نه تنها به هنرهای مردمی و دوزندگی بلکه به دیگر سمت‌های فعالیت نیز سر و کار می‌گیرند. برای رشد صاحبکاری کدام کورس ها را شما تهیه می نمایید؟ ما در مؤسسه داریم گروه های آموزش محصولات های قنودی، آموزش طرز دختران لباس های مکتبی، همه نمودی لباس ها دوزندگی، یعنی تعمیر تکنیکی، تعمیر تجهیزات های برقی. بعد داریم گروه های مثلا به ما مراجعه می شوند که می خواهد طرز خوش کردن میوه
یا که طرز کار کردی شیر رو یک بار دیده خلاصه خود رو برورد. ما داریم گروه هایی که با همه همین مثلا همین اکای رحمت رو صدلویف کار کردی شیری شهری بختر، خوراکبوری شهری بختر، با همین کارخانه ما شرنامه همکاری داریم. خوجگی دهخانی ویلویت شرنامه ها داریم که ما جوانان یا که زنانی که خوشمند هستن برده از فعالیت همین خوجگی دهخانی یا که کارخانه های استحصالی نشون میدیم. هنگامی که ذوق جوان یا زن پیدا شد میتواند که در همون کارخانه ها استوده طرز خوش کردن میوه یا که کارکرد شیر رو آموزد. برای در سطح بلند معرفی نمودن مال و محصولات کشاورزی ولایت ختلان در سطح ولایت لکه تای زیاد از 5 سال اخیر برند ختلان، برند دهه ایمان، برند لذت ختلان و دیگر علایده تشبوس ها برای معرفی نمودن و شناس نمودن خریداران بیرون از کشور با محصولات خوش‌صفت و با طلبات اکولوژی جوابگوی ولایت ختلان تشکیل کرده شده است. در برابر این گذراندن آن فورم و چورابینی که شما شناس هستید در مثال بختر فود نتیجه آن را بسیار نظر است بها دادن ممکن است، چون که در هفته آن زیاده از 15 شرنامه ها به مبلغ زیاده از 10 میلیون دلار بسته شد که خود یک نشانه خوبی همکاری های دو طرفه می باشد. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نوبتی 400 به پایان می رسد. در این برنامه در موضوع رشد صاحبکاری خرد و میانه و مشکلات و پیشروی های آن صحبت داشتیم. خیر، تا برنامه های دیگر.